سلام رفقا، من محمدم. خوش اومدیم به برنامه دیاتک. توی این برنامه میخواییم به اخبار روز تکنولوژی دنیا بپردازیم. پس همین الان کانال ما رو ساب کن، این ویدیو هم لایک کن و زنگوله رو بذار روی آل. توی قسمت اول این برنامه میخواییم بپردازیم به شایعاتی که در مورد آیفون قبل از رونمایی اون فضای مجازی رو پر کرده و ما نمیدونیم که کدوم یکی از این شایعات درسته و کدوم یکی نزدیکتره به اون چیزی که واقعا باید باشه. علاوه بر شایعاتی که در مورد کلیات آیفون 15 هست، در مورد تاریخ رونمایی این گوشی هم ما شایعاتی داریم. میدونیم که از زمان معرفی آیفون 14 حدوداً یک سال میگذره و ما هنوز تاریخ دقیقی رو برای معرفی آیفون 15 نداریم. همونطور که میدونیم شرکت اپل همیشه توی ماه سپتامبر گوشی‌های خودش رو معرفی میکنه، ولی دقیقاً هنوز مشخص نشده که این گل فناوری توی چه تاریخی میخواد از آیفون 15 رونمایی کنه. خب طبق شایعاتی که داریم، یک سری شرکت‌های مخابراتی به کارکنان خودشون گفتن که در تاریخ 13 سپتامبر که مصادف میشه با 22 شهریور به دلیل معرفی یک گوشی هوشمند خاص مرخصی نگیرن و سر کار بیان. خب از اونجایی هم که میدونیم شرکت اپل همیشه در ماه سپتامبر گوشی‌های خودش رو رونمایی میکنه، هرچند این گزارش زمان دقیق معرفی آیفون 15 رو مشخص نمیکنه. شایعاتی که ما تا الان از منابع آگاه شنیدیم در مورد ظاهر این گوشی، خب ما میدونیم که فقط داینامیک آیلند و داخل سری 14 پرو و پرو مکس داشتیم، اما قرار داینامیک آیلند رو در تمام خانواده اپل آیفون 15 داشته باشیم. همچنین علاوه بر داینامیک آیلند، ما لبه های نرمتر و نازکتری خواهیم داشت نسبت به آیفون های 13 و 14 و شاهد حاشیه کمتری دور صفحه نمایش خواهیم داشت. خب یه سری شایعات دیگه هم داریم در مورد حافظه آیفون 15. قرار ببینیم که حافظه 128 گیگابایت کلن از خانواده آیفون کنار گذاشته میشه و یه شایعاتی هم هست که میگه آیفون 15 قراره با حافظه 2 ترابایتی رونمایی بشه. جنس فریم تیتانیومی و دکمه اکشن با قابلیت شخصی سازی یکی از آپشنایی که جدید قراره به این خانواده اضافه بشه. خب همونطور که همتون میدونین، هر سال آیفون با یه رنگ خاص رونمایی میشه. خب ما دیدیم که در آیفون 13 رنگ آبی روشن و در آیفون 14 رنگ بنفش بودن که معرف اون آیفون بودن، ولی ما هنوز اطلاع دقیقی در مورد رنگ آیفون 15 نداریم. همونطور که دیدیم پارسال فقط سری پرو و پرو مکس برای آیفون 14 دوربین 48 مگاپیکسلی داشتن، ولی امیدواریم که با رونمایی آیفون جدید تمام خانواده 15 مجهز بشن به دوربین 48 مگاپیکسلی و بتونیم حداقل داخل سری پرو و پرو مکس پروژه های بهتری با کیفیت بالاتری داشته باشیم. و از لحاظ سخت افزاری ما شاهد یک چیز جدید خواهیم بود. اولین چیپ 3 نانومتری A17 بایونیک در تمامی گوشی های هوشمند. و خب در انتها هم امیدواریم که با عرضه گوشی آیفون 15 و ورودش به ایران، سرنوشت این گوشی مثل سرنوشت خانواده آیفون 14 نشه و مشکلی برای ریجستری این گوشی خاص بود.
وجود نداشته باشه. ممنون که تا اینجای ویدیو با اون همراه بودین. این برنامه هر هفته شنبه ها قرار از همین کانال پخش بشه و ما اخبار روز تکنولوژی دنیا رو با هم بررسی کنیم. اگه از این ویدیو خوشت اومده و تا الان سابسکرایب و لایک نکردی، همین الان کانال ما رو سابسکرایب کن و این ویدیو رو لایک کن و زنگوله هم بذار روی آل تا از هر ویدیویی که ما میذاریم با خبر بشی. تا درود دیگر، بدرود.